خب دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم خیلی سریع با همدیگه چگالی سطحی بار الکتریکی رو یاد بگیریم اما قبل از اون خوبه که دو تا چیز رو با هم مرور کنیم که مال فیزیک سال اول دبیرستان بود اول از همه در یک تقسیم بندی خیلی کلی ما دو نوع جسم داریم در جهان یکی رسانه ها و یکی نارسانه ها درسته رسانه ها ویژگی فیزیکی که دارن اینه که دارای الکترون های آزادن درون خودشون و در نتیجه میتونن بار الکتریکی رو منتقل بکنن نارسانه ها هم ما اینجوری نیستن و بار الکتریکی رو منتقل نمی کنن. این یعنی چی؟ یعنی اگه من یک جسم رسانه داشته باشم این رسانه باشه و یک بار الکتریکی بهش منتقل بکنم به این قسمتش اون بار الکتریکی سریع توی اون رسانه من پخش میشه و یک همچین شکلی مثلا به دست میاد اما اگه این همین جسم نارسانا باشه و من یک بار الکتریکی بهش منتقل بکنم هیچ اتفاقی نمیفته و این بار الکتریکی همینجا باقی میمونه خب پس این اولین چیزی بود که ما باید مرور میکردیم دومین نکته اینه که این یک این دو دومین نکته اینه که در اجسام رسانا که حجم دارن مثلا یک مکعب یک کره و کلا خب همه در طبیعت حجم داره دیگه در اجسام رسانا اگر ما بار رو به مرکز اونها مثلا منتقل بکنیم بار میره و روی سطح قرار میگیره یعنی نیروی وارد بر بارهای مثبت یا منفی که ما بهش منتقل بکنیم اونها رو به سمتی حرکت میده که همه اونها میرن روی سطح البته علت دقیق این اصلا چیزی نیست که ما بخوایم اینجا بحث بکنیم اما من خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم علتش اینه که برای اینکه مجموع نیروهایی که این بارهای مثبت به هم وارد میکنن و همدیگه رو دارن از هم دفع میکنن به تعادل برسه اونها میخوان بیشترین فاصله ممکن رو از هم بگیرن و این با اومدن روی سطح جسم رسانا ممکنه پس ما داخل جسم رسانا بار نداریم بار الکتریکی نداریم و کلا همه میان و به روی سطح قرار میگیرن خب حالا فرض کنید من یک جسم رسانا دارم یک بار الکتریکی کیوی بهش منتقل کردم و این کی اومد و روی سطح این جسم حالا چه مثبت و چه منفی قرار گرفته من چگالی سطحی بار الکتریکی رو که با سیگما نشون میدن اینجوری تعریف میکنم Q یعنی بار تقسیم بر سطح یعنی بار بر واحد سطح میخوام ببینم که چقدر بار الکتریکی روی این جسم چگال هست خب خیلی تعریف ساده ای دیگه اگه من بیام دوباره به این جسم که سری بار مثبت دیگه منتقل بکنم سیگماش زیاد میشه یا اگه یک سری بار منفی بهش منتقل بکنم این بارهای منفی اون بارهای مثبت و خنسا میکنن و سیگما کم میشه درسته خب حالا بیاید یک مثال ساده حل بکنیم که مثلا یکی از مثالهای اصلا بیاید کتاب رو خیلی سری با هم مرور بکنیم خب مثال کتاب اینه که ما یک کره فلزی داریم یعنی رسانا هست و بار 125 میکرو کولن رو بهش منتقل میکنیم و قطر کره دو سانتی متر قطر چگالی سطحی رو از ما خواسته که به دست بیاریم خب چگالی سطحی از کیو که ما میدونیم چقدر تقسیم بر آ سطح کره خب سطح کره فرمولش چی بود؟ آفرین اگر هم یادتون نیست من میگم بود چهار پی شعاع کره به توان دو. خب وقتی قطر کره هست دو سانتی متر شعاع کره میشه یک سانتی متر یعنی این میشه چهار ضرب در پی ضرب در ده به توان منفی دو متر به توان دو درسته که میشه چهار پی ضرب در ده به توان منفی چهار که حالا اگر شما پی رو تقریبا بگیرید سه و 14 و اینو حساب بکنید میبینید که این عبارت تقریبا برابر میشه با یک ممیز 25 ضرب در ده به توان منفی سه متر مربع درسته خب حالا ما میتونیم این عدد رو بذاریم در این فرمول بگیم این هست 125 میکرو کولن یعنی ضرب در ده به توان منفی 6 کولن تقسیم بر یک ممیز 25 ضرب در ده به توان منفی 3 متر مربع درسته خب من میتونم همین بالا رو هم به جای این شکلی بنویسم یک ممیز 25 ضرب در ده به توان منفی 4 پس این یک ممیز 25 با این یک 25 ساده میشه ده به توان منفی 3 میاد رو صورت و این برابر میشه با یک دهم کولن بر متر مربع. ما یعنی الان اینجا واحد چگالی سطحی رو هم عملا به دست آوردیم که هست کولن بر متر مربع خب ما الان دیدیم که چگالی سطحی چیه و چجوری محاسبه میشه خب برای این جلسه کافیه در ویدیوهای بعد میبینم اتون خداحافظ